با present simple تو میتونی speaking داشته باشی یعنی میتونی انگلیسی صحبت کنی اولین زمان از دوازده تا زمانی که هر زبان آموزی برای اینکه بخواد جمله بندی انجام بده باید یاد بگیره present simple اولین زمان که قراره یکی یکی توی چنل تمامی زمانها رو با هم دیگه یاد بگیریم present simple یا حال ساده زمان حال ساده چی میگه؟ میگه آقا شما وقتی بخوای راجع به روزمرگی صحبت کنی راجع به کلیات توی زبان انگلیسی صحبت کنی که از نظر من سی درصد مکالمه است یعنی بیام بگم که مثلا من هر پنجشنبه تنیس بازی میکنم خورشید از شرق طلوع میکنه نمیدونم من هر جمعه ماشینم رو میشورم اینا یه چیز کلیه دیگه یا مثلا مادرم میاد میگه که من هر روز آشپزی میکنم این یه چیز کلیته یعنی از مثلا چند سال پیش بوده تا همین حالا ادامه پیدا کرده. و ممکنه که توی آینده هم ادامه پیدا کنه خب ما به این میگیم زمان present simple تعریفش اینه یا مثلا میام میگم که آقا اون توی بانک کار میکنه از دو سال پیش توی بانکه الان هم توی بانک داره کار میکنه و ممکنه که توی آینده هم توی بانک کار کنه ما به این میگیم زمان حال ساده یا present simple پس ببین چقدر میتونه توی جمله بندید بهت کمک کنه این زمان حال ساده ما یه دونه فرمول داره این یعنی اگه جمله بندیش رو انجام بدی باید این فرموله رو پیادش کنی اولیش فائله فاعل یعنی چی؟ I, you, she, he دومیش فعل ساده است فعل هر فعلی که بعد از فاعل بیاد باید به صورت ساده باشه یعنی نه آی داشته باشه نه ایدی داشته باشه هیچی به حالت ساده فقط باید بیانش کنم به علاوه مفعول مفعول چیه؟ اون چیزی که کار روش انجام میشه رو ما میگیم مفعول به علاوه قید مکان لوکیشن یعنی هر لوکیشنی که تو جمله باشه قید مکانه به علاوه قید زمان قید زمان هم زمانه هر روز هر ساعت هر هفته ما میگیم قید زمان یه نکته ای که باید بدونید قید مکان و قید زمان حتما نیستش یعنی حتما نباید توی مثالات باشه ممکنه یه بار قید زمان باشه یه بار قید مکان باشه ممکنه یه بار قید مکان باشه قید زمان نباشه حتمی نیستش این موضوع بریم سراغ مثالا ببین اولین مثالم میام میگم که I wash my car every day من هر روز ماشینمو میشورم این یه فکت یه حقیقت یه پرزنت سیمپل یه حال ساده است یعنی از موقعی که ماشینم رو خریدم هر روز میشورمش الانم میشورم تو آینده ممکنه این کارو کنم آی من فاعله به علاوه واش فعل سادمه میبینی آی و ای دی بهش ندادم به صورت ساده به علاوه مای کار کار روی چی انجام شده من چی رو میشورم ماشینم رو مای کار مفعوله Every day هر روز قید زمانه ما قید مکان نداریم The second example. مثال دوم میام میگم که I study English every Friday من هر جمعه انگلیسی میخونم I study English every Friday من هر جمعه انگلیسی میخونم از هفت ماه پیش تقریبا شروع کردم به یادگیری انگلیسی الان هم دارم میخونم هر جمعه توی آینده هم ممکنه این کار رو کنم I فائل منه study فعل سادمه اس آی این جی هیچ نگرفته فعل سادمه I study English انگلیسی رو میخونم دیگه کار روی انگلیسی انجام شده مفعولم انگلیشه Every Friday هم قید زمانه باز قید مکان نداشتیم مثال بعدی He works in a bank اون توی بانک کار میکنه تقی از دو سال پیش توی بانک بوده از سه سال پیش توی بانک بوده الان هم توی بانکه ممکنه تا بازنشستگی یا با... تا موقعی که ایشالله رئیس بشه توی بانک بمونه he فائله works فلس آدمه این اسی که بهش دادم اس مالکیته حتما باید بهش بدیم he works فلس آدمه اینه بانک ببین میتونیم بگیم کار روی بانک انجام شده مفعول بگیم یا میتونیم بگیم قید مکان کدومه بچا این بنک غیر مکانه ما مفعول نداریم کاری روی بانک انجام نشده فقط اونجا کار میکنه پس میایم میگیم که بنک قید مکانه یا I listen to music من به موزیک گوش میدم این یه کلیته یه چیز کلیه که من به موزیک گوش میدم I فاعله listen فعل سادمه تو میوزیک مفعوله میوزیک کار روی موزیک انجام شده اونو پلی میکنم و اون رو گوش میدم یا مثلا بذار یه مثال بزنم که قید مکانم توش باشه میان میگم که I read a book every day at the library I read a book every day at the library من هر روز یه کتاب توی کتاب خونه میخونم I فائله I read فعل سادمه I read a book کار روی بک کتاب انجام شده مفعوله I read a book every day قید زمان every day هر روز at the library در کتاب خونه قید میبینی یه چیز کلیه I read a book at the library every day من هر روز توی کتاب خونه کتاب میخونم یا مثلا مادرم میاد میگه که Are I cooking every day درسته؟ نه باید بگم I cook food every day چرا؟ چون ING دادم ما گفتیم فعل ساده میخواد حواست باشه I cook food every day من هر روز غذا درست میکنم یا مثلا میام میگم که I check social media every day هر روز سوشال مدیا فضای مجازی رو چک میکنم این یه چیز کلیه از قبل بوده الان هم هستش یا مثلا میام میگم که I go to university once in a week یک, هفته, یک, روز در هفته once in a week یک روز در هفته من میرم به دانشگاه یه present simple یه حال ساده است وقتی بخوایم راجع به فکت ها حقیقت ها و چیزهایی که به صورت کلیه و هر روز ما داریم انجام میدیم صحبت کنیم میایم این فرمول رو استفاده میکنیم و بهش میگن پرزنت سیمپل یه حال ساده این پرزنت سیمپل من یه حالت منفی داره که ویدیو بعدی توی پلیلیست حتما میذارم اینو ببین یه حالت سوالی داره اونم تو پلیلیست میذارم حتما برو اونم ببین خیلی مخلصیم